الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردک توعا و تمتعه فیها طویلا. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و تبریک این خجسته روز محضر شما بزرگواران. حقیقتا امام زمان در بین اهل بیت از همه مظلومتره و شأن ایشون به عنوان امام حی و حاضر آنطور که باید و شاید شناخته نمیشه. اگر شناخته میشد این روز باید مثل قدیر برای مردممون با همان حس و حال میبود، باید در روایت به عنوان قدیر ثانی، قدیر دوم یا فطر ثانی ازش یاد شد. متاسفانه کمکاری شده، حالا باید دست به دست هم بدیم و این شناخت آقامون رو در بین جامعه بیشتر بکنیم. مردم چون از امیر المومنین شناخت بیشتری دارن، قدیر براشون قدیرتره. اگر همین شناخت رو نسبت به آقا صاحب الزمان به دست بیارن، این روز رو دو برابر قدیر جشن میگیرن و بزرگ میدارن. چون اون موقعیه که وقتی میبینن آقا امیرالمومنین بر روی منبر شروع کرد به گریستن، عرضه داشتن یا امیرالمومنین شما را چی به گریه انداخته؟ فرمود شوقن لرؤیته، اشتیاقم برای دیدن او. گفتن کیو میگی؟ فرزندم مهدی رو میگه. روایت های عجیب غریبی در باره آقا صاحب الزمان داریم. در یک روایت وقتی نام برده میشه از اهل بیت اسمت و طهارت، امام حسین رو که ذکر میکنه، بعد دیگه معروفه دیگه، میگه و تسعت المعصومین من ولد الحسین، و نه معصوم از فرزندان امام حسین، که در ادامه یک عبارت عجیبی داره میفرماد و تاسعهم افضلهم، میفرماد اون نهمیه افضل فضیلت داره بر بقیه. اینو ما دیگه نمیفهم یعنی چی. و کلهم نور واحد اهل بیت، یعنی چی این فضیلت از چه جنسیه؟ اگر ما متوجه میشدیم که امام صادق میفرماد که اگر من دوران او را درک میکردم خادم او میشدم، مخ متوجه میشدیم. اگر ما متوجه بودیم که امام رضا علیه السلام میفرماد سید من و مولای من که دوری تو خواب را از چشمان من رو بوده است، وقت میفهمید یعنی چی. همه اینها از مظلومیت های امام زمانه. اهل بیت همشون مظلومن، مورد ظلم واقع شدن، حقشون ادا نشده. اما در ایام عمر شریفشون امیرالمومنین 25 سال، حضرت زهرا 75 روز، فلان امام 10 سال، همینطور ائمه. اما من امامی رو سراغ دارم که 1100 خورده ای سال تمام این روزه ها رو داره میبینه و در پرده غیبتی به سر میبره که ما ساختیمش، بشر ساخته، ما ساختیم پرده رو. یعنی آقا رو در یک اتاقی حبس کردیم و کنار ایستاده میگیم خودت بیا، کلید هم دست ماست. به شما عرض بکنم از روایات استنباط میشه بله بخشی از آمادگی جهانی دست ما نیست. اینو من ظهرم توی مراسم میدان امام حسین عرض کردم. آقا میگه تمام این ایدئولوژی ها باید امتحان خودشو پس بده، قبلش تمام این اسمها امتحان بشه. این دست ما نیست. کمونیسم دست ما نبوده، مارکسیسم دست ما نبوده، فاشیسم دست ما نبوده، نازیسم دست ما نبوده، لیبرالیسم دست ما نبوده. اما میگه اینا همه بعد امتحانشون رو پس بدن که فردا روزی وقتی آقامون حکومت رو تشکیل داد، اینا نگن ما هم درست حکومت خوبی درست کرده این آقاها، اما ایدئولوژی ما هم خوب بود اگه امتحان میشد. فردا تمام اینها آزمون خودشون رو پس میدن، اما بخش دیگهش دست ما. شما در روایات چقدر سراغ دارید که امام زمان فرمونده باشه اگر مردم دنیا این کارو کنن اینطور میشه؟ من که ندیدم، شاید هم باشه، من ندیدم، اما انقدر کمه که به چشم نیومده. اما دیدیم که حضرت فرموده اگر شیعیان ما اینطور، اگر شیعیان ما اونطور. برو درک بکنید. یک بعدش بله دعا کنید، خیلی هم خوبه، فکر رو دعا به تعجیل الفرج، زیاد هم دعا کنید، کثیر هم دعا کنید،
اما اگه قرار بود این کار فقط با دعا درست بشه، خب 1200 سال پیش، 700 سال پیش، 800 سال پیش، ها؟ چرا ظهور شکل نگرفت؟ الا این که یک اتفاقی در شیعه یک تکونی بخوره شیعه. ما 40 سال انقلاب کردیم. اول انقلابمون هم گفتیم خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. یعنی چی؟ یعنی ما این انقلاب و این نهضت رو به چه شرطی قبول داشتیم؟ به شرطی که مهدوی باشه. فلزا بعد از 39 سال 40 سال هنوزم بهش میگیم انقلاب. دقت کردید؟ هنوز لفظ انقلاب بر نداشتیم. چرا؟ چون هنوز به هدفش نرسیده. یه چیزی وقتی به انقلاب یعنی دگرگونی، وقتی به اون هدفش رسید آرامش پیدا میکنه که بعد 2 سال انقلاب بار شاه انداختی بیرون، بعد 2 سال آروم شد مملکتتون یا نه دیگه نگید انقلاب دیگه. یکی از وزرای وقت کشور که از قضا معمم هم هستش، ایشون یه جا گفتش که آقا چرا میگید رهبر انقلاب، بگید مدیر انقلاب. و 2 سال تموم شد دیگه، چه خبر؟ هنوزم میگیره. یعنی شما مشخص بود نفهمیده که هدف از این انقلاب بیرون انداختن شاه نبوده که. اصلا هر حکومتی قبل از ظهور اگه بیاد برای خودش به اسم خودش و برای خودش و با هدف خودش دکان دستگاه را بندازه باطله. اما اگر یک حکومتی شیعه تشکیل داد برای زمین سازی ظهور و بگه هدف من اینه که تا روز ظهور، ببین نگاه امام چی بود؟ امام گفت تا رفع فتنه از کل عالم. رفع فتنه از کل عالم چه صورت میگیره؟ ظهور. خود امام بخونه صحیفه رو بخونه، خود امام معترفشون میگه که امام میفرماد، امام خمینی، که آقا ما اصلا هیچ وقت مدعی نیستیم که بتونیم عدالت رو کامل جاری بکنیم، چون اگه میخواستیم این کار رو بکنیم که دیگه امام زمان به قولی حالا قریب به مضمون امام زمان میخواستیم چیکار؟ حالا حواسمون رو جمع بکنیم. بعد از 1400 سال شیعه تونسته حکومت دست خودش بگیره. بنده سخنرانی در عنوان عبرت‌های بنی اسرائیل تو اونجا 4 مدل امتحان میگم که خدا هر کسی بخواسته حکومت ولی معصوم تشکیل بده 4 مدل امتحان از مردمش میگرفته. آزمون اقتصادی میگرفته، آزمون حکمیت میگرفته، آزمون نظامی و جهاد میگرفته، آزمون فرهنگی میگرفته. هر پیامبری، از شما حضرت موسی شروع کنید، چه آقا رسول الله، حضرت داوود، حضرت سلیمان، همه این امتحانا رو داشتن. حالا بعضی از این قوم‌ها یکی موفق شدن، یکی دو تا رو موفق شده. شما می‌بینید مثلا در مورد آقا رسول الله آزمون جهاد، بدر، احد، خندق، تمام این غزوات و سرایا، همه این جنگ‌ها که صورت گرفت. آزمون اقتصادی شعب ابی طالب. آزمون حکمیت، من کنت مولا فهاز علی مولا، آیا این آقا رو به من حکم قبول دارید یا نه؟ سوره نساء فکر کنم آیه 69 بشه اشتباه نکنم، که خداوند متعال میفرماد که 3 شرط داره. اول اینکه او رو به من حکم قبول کنید، خودش رو قبول داشته باشید. 2 حکمش رو بپذیرید. 3 تو دلتونم ناراحت نباید بشید. یک موقعی هست من او آقا رو به من حکم قبول ندارم اصلا. یه موقعی هست در زمان امیرالمومنین مگه پیش نیومد؟ گفتم ما تو رو حکم قبول نداریم. آقا فرمود ابن عباس، گفتن شرمنده. مالک شرمنده. کی؟ ابو موسی اشعری. حتی به اون حکم هم قبول نکردن. یک موقع از حکم قبول میکنن، حکمی که میده رو قبول نمیکنن. قاضی رو قبول دارن، میگن نه این حکمش رو قبول نداریم. میفهمن آخه این هم نه، قبولم باید بکنی. سوم اینکه ته دلت هم نباید ناراضی بشی. یعنی دل سپرده معصوم باشی. در زمان موسی هم همینطور، آزمون اقتصادی ازشون گرفت، شکست خوردن، گفتن لن نصبر على طعام واحد. آیه قرآنه براشون من و سلوا، یه غذای یکسان برای چند روز که تو بیابون بودن از آسمون میرسید. گفتن بسته دیگه، انگار مثلا هر شب چلو کباب بدن بادم، بعد یه هفته دادش در بده دیگه، بسته دیگه چلو کباب دیگه. ما چی میخوایم؟ آیه قرآن. سیب زمینی میخوایم، پیاز میخوایم، والا یه همچین چیزای خواستنیا، من بغل ها و عدس ها و بصل ها و... آزمون جهاد، حضرت فرمود وارد این سرزمین بشید، گفت وارد این ارض المقدسه، این سرزمین مقدس بشید، اینجا رو باید برید بجنگید. گفتن لن ندخلها ابدا، فذهب انت و ربک. ما نمیریم، تو خودت با هم برید. پدر سوختان موقع خوردن ربنا بود، خدامون، موقع جنگ ربک خدات،
نه دقت بکنیم ما. حکمیتش رو قبول کردن حضرت موسی رو. هارون اخلفنی فی قومی، من رفتم به هارون مراجعه میکنید، پذیرفتن؟ خیر، به سامری مراجعه کردن. و آزمون فرهنگی سامری در زمان اهل بیت که فراوان، چه عملیات روانی هایی که این معاویه ملعون نکرد. از آنجا که حکومت تا الان ما اسمش شیشته حکومت ولی معصوم دنیا با خودش دیده، حضرت موسی موفق نشد، حضرت داوود موفق شد، حضرت سلیمان موفق شد، اما باقی نمون دیگه. آقا رسول الله چهارمی، آقا امیرالمومنین پنجمی، امام حسن که تو همون آزمون جهاد همه شکستن، دیگه به خودش ندیده. همه در انتظار هفتمینه. اینجا امتحان گرفتن بعد از ظهور معنا نداره. چرا؟ چون امام زمان امام منصوره، قطعا پیروزه. فلذا از امت منتظر کی امتحان میگیرن؟ قبل از ظهور. تمام اون چهار تا امتحان هم من و شما میگیرن. فکر نکنیم ما خونمون رنگین تره. حالا مقدم مؤخر. و دقیقا امروز میبینید که آقا شیعه خانه امام زمان دقیقا با همین چهار تا امتحان چیه؟ داره هی سنجیده میشه. تحریم اقتصادی، 8 سال جنگ، فتنه های مذهبی، ها؟ فتنه های فرهنگی و حکمیت. حالا این حکومت زمین ساز ما جمهوری اسلامی پس با چه عنوان پذیرفتیم؟ که بستر انقلاب اسلامی، و انقلاب اسلامی قرار کار به کجا برسونه؟ به ظهور، و الا باطل است. هیچ تعارفی هم نداریم، و الا باطل است. انقلاب اسلامی هم اعم از جمهوری اسلامی، بزرگتره، وسیعتره. وقتی ما میگیم انقلاب اسلامی، وقتی میگیم جمهوری اسلامی، همین نقشه مد نظرمونه. وقتی میگیم انقلاب اسلامی میشه عراق، میشه لبنان، میشه نیجریه شیخ زکزاکی، میشه یمن، میشه بحرین، میشه سوریه. انقلاب اسلامی کارش داره به نحو احسن انجام میده، داره پیش میره، الحمدلله کمترم شکست داشته، عموما پیروزه. جمهوری اسلامی نمیتونه با سرعت انقلاب اسلامی پیش بره. مردم تفاوت این دوتا رو نمیدونن. بعضن مثلا میگه که آقا چرا ایران توی لبنان و سوریه اینجوری کارو پیش برد، اینجا تو کرمانشاه نمیتونه فلان کارو بکنه؟ میگیم جسارتا اون دست مسئولین انقلاب اسلامی، این دست مسئولین جمهوری اسلامی. به همین صراحت. شما ناراحتی چرا مسئول انقلاب اسلامی کارش خوب انجام داده؟ میخواه اونم خرابکاری بکنه؟ نحوه استدلال کردن تو رو خدا ببینید. انقلاب اسلامی یه دشمنی پیدا کرده، نشوندهش سر جاش. یه حیولای ساختن به اسم داعش، چیکارش کرد انقلاب اسلامی؟ نشون سر جاش. موفقیت آمیز هم نشون. تو انقلاب اسلامی شما نجات نداری، تو جمهوری اسلامی داری. تو جمهوری اسلامی یه نفر غیر ایرانی نمیتونه رئیس جمهور بشه. قوانین دیگه، مثل که سوریه هم بخشی از انقلاب اسلامی بر خودش قوانینی داره. تو انقلاب اسلامی افغانستانی ایرانی کنار هم دارن میجنگن. تو جمهوری اسلامی افغانستانی میخواد تابعیت بگیره پوستشو میکنن. یه سیم کارت نمیتونه بر خودش بخره. فلذا انقلاب اسلامی با گفتمان شیعی در حال گسترش، و جمهوری اسلامی به لحاظ قوانین و ساختار نیاز به اصلاح داره تا بتونه همپای انقلاب اسلامی چیه؟ پیش بره. اگر همپای انقلاب اسلامی پیش نرود، یا از اهمیتش کاسته خواهد شد، یا خدای نکرده بدتر، ممکنه یک روز، امروز علمدار انقلاب اسلامی جمهوری اسلامیه، سنگر اصلی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی، ممکنه یک روز عراق بشه، ممکنه یک روز یمن بشه، ممکنه در شعارهای انقلاب اون کشور از من تو پیشی بگیره. اینجاست که شما دیدید رهبری جمله عجیبی دارن که اگر پا به پای انقلاب اسلامی پیش نریم، ملت ایران سیلی سختی خواهند خورد، تو دهنی خدا شامل حالمون شد. همانطور که این سیلی سخت شامل حال قوم موسی شد. وقتی عهد شکستن، اول گفتن ما حکومت ولی معصوم میخوایم، گفتن مطمئنی؟ گفتن بله. گفت بعد بسم الله راه بیفتیم. کجا بریم؟ اینجا نیست، فلسطینه. خوب به این دقت بکنید، قرآن رو دقیق بخونید عزیزان. زمانی که فرعون و لشکرش توی اون دریا غرق شدن، درستی یا نه؟
دشمن اصلی حضرت موسی از بین رفت، چرا حضرت موسی برنگشت مصر؟ برای اینکه از اساس هدف ارض مقدس بود، زمین مقدس بود. اگر من و شما میخواییم به زمان مقدس برسیم، اونا گیر تو زمین بودن، ما گیر تو زمانیم. اونا میگفتن تا کجا باید بریم ای موسی؟ ما میگیم الا عین. اونا میگفتن الا عین تا کجا؟ ما میگیم الا متا احارفیک یا مولای، تا کی این حیرونی؟ قرآن در مورد قوم موسی چی میگه؟ میگه یتیهون فی الارض 40 سنه. میگه قوم موسی رو زمین 40 سال حیرون شدن. درست شد؟ حیرونی ما که 40 سال، 50 سال، 400 سال، 4000 سال نمیدونم. چون صحبت ما تا کجاست؟ صحبت ما. اونا که عهد شکستن گفتن ما غذای تا واحد نمیخوایم، ما نمیجنگیم، خودت برو. خدا لعنتشون کرد. فبه ما نقضه میثاقهم فلعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. دلاشون سنگ شد. مورد لعن الهی قرار و زور بعد علیهم ذل و المسکنه. تو دهنی خوردن از خدا. به اسارت قوم‌های دیگه در اومدن. قوم‌های دیگه تاختن به سرزمینشون. آشوری‌ها حمله کردن، 10 قبیله از 2 قبیله رو با خاک یکسان کردن. از 12 قبیله 2 قبیله 10 قبیله رو با خاک یکسان کردن. اینجا رو دقت کنید، زمانی که نگفتن ما خیار می‌خوایم، سیب زمینی، پیاز می‌خوایم، حضرت موسی یک جواب عجیب غریب به اینها میده. حضرت موسی میفرماد اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. وای بر شما، دارید یه چیز ادنا، پسترین، سیب زمینی، پیاز، یعنی این احتیاجات شکمی رو ایشون با عنوان پسترین چیزها اسم میبره، پسترین چیزها رو با هو خیر، با اون بهترین داری عوض میکنید؟ گفتن آره. چی فرمود؟ اهبطوا مصرا، ببخشید گم شید برگردید مصر. سرشید چی شد؟ یا یه مصری، یعنی یه شهری، مصر یعنی شهر. گفت شما نفهمیدید، من دارم از ارض مقدس صحبت میکنم، از زمین مقدس دارم صحبت میکنم، تو داری میگی مصر؟ اینا تو مخشون نشسته بود دیگه. میگفتن ما یه جایی میخوایم، اون چی که چششون دیده بود، ما یه حکومت میخوایم مثل حکومت فرعون. چنان تو دلشون نشسته بود. یه دقیقه موسی بلند شد رب برگشت، دید اینا گوساله میپرستن عین مصریا. چرا گوساله پرستن؟ چون خدای مصریا آپیس گوساله بود، همونو میپرستیدن. اینه اینه که شما انقلاب کردیم، بعد 38 سال برگردیم بگیم ای آقا چرا اینجوری شد، یخت گشنگی یا خود فلان، ردیف کن یه جایی مثل سوئیس. پاسخ چیه؟ تو دهنی. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. این البته ما ماسمال نکنیم کمکاری های مسئولین ها. مسئولین وظیفه شون درست کار کنن، مشکلات اقتصادی رو همین ها برطرف کنن. اما خدا وکیلی این مردم شعب ابی طالب تالا ندیدن که امیر مؤمنان میفرماد یه خرما رو 3 نفره میخوردیم، یه خرما رو 6 نفره میخوردیم، تو یه خرما رو 6 قسمت کن ببین چقدر میشه. هسته خرما رو با سنگ میکوبیدیم میخوردیم، سنگ میبستیم به شکممون که معدمون کوچیک بشه، غذای بیشتر نخواد. کجا از این کارو شده برام؟ کجا این علی ابن ابی طالب تو احد تنها گیر بکنیم؟ تا الان این امت ما خیلی جاها رو خوب پیش رفته، دلیل دارم، حتی بهتر از امت رسول الله و امت امیرالمومنین و امت حضرت موسی. اونا وارد اون سرزمین مقدس نشدن دیگه، درسته؟ امام خمینی برگشت گفتش که این سرزمین رو باید برید بگیرید. مقدس هم نبود، یه تیکه زمین بود مثل بقیه جا. اسمش چی بود؟ خرمشهر. بهانه آوردن ان فیها قوم جباری. نه یا موسی، اونا زورشون زیاد، قوم جباری اونجا، ما میترسیم. کسی برگشت از موشکای اسکاد صدام گفت، از مالیوتکا و نمیدونم چی و چه و از اون نونی شکلایی که درست کرده بودن و نه رفتن جنگ. این بود که امام خمینی گفت امتی که من دارم رسول الله نداشت. اما آیا تو آزمون‌های بعدی هم محکم میتونیم پیش بریم که از قضا تجربه نشون داده سخت‌ترین آزمون‌ها آزمون‌های فکریه، آزمون‌های فرهنگیه. بعد از انقلاب اسلامی که یک اتفاق برخلاف رویه‌های جهانی بود، شکستن این صدای این استحکامات فرعونی اومد. امام میگه چه بسا وقتی 14 ستون طاق کسرا افتاد شکست با میلاد یا بعثت پیامبر، این پیام خدا داد که تو اون مملکت 14 قرن بعد
یه اتفاقاتی خواهد افتاد. حالا اومده علمو برداشتیم. بعد از ما مقاومت اسلامی لبنان شکل گرفت. بعد از اون انتفاضه فلسطین. یک روزی داشتیم لب مرزای خودمون میجنگیدیم تو خوزستان 8 سال. الان کجاییم؟ سایت اسرائیلی میگن سربازا، نیروهای نظامی، اونا میگن به من ربطی نداره، نیروهای نظامی لبنانی و ایرانی در 7 کیلومتری مرز اسرائیل مستقرند. این الابیت المقدس یه جوری داره محقق میشه. رو زمین گول نخورید، فکر کنید این سر و صداها، فکر کنید شکستی چیزی در نه، از قضا انقلاب اسلامی محکم داره کارش انجام میده، به نحو احسن داره پیش میره. اگر یک روزی دو تا کشور شیعه داشتن با هم میجنگیدن، ایران و عراق تعارف هم نداریم، هی بگیم فقط بعثی‌ها بودن، بعثی‌ها نه عزیزم، تو اون طرف شیعه هم داشت میجنگید. بدونی چرا دروغ بگیم ها؟ چرا راستشو نگیم؟ چه ایرادی داره بگیم؟ به جون هم انداختنمون آقا، الان هم میتونن به جون هم بندازنمون. وقتی دروغ بگی طرف باور نمیکنه، فکر میکنه هیچ وقت نمیشه ما به جون هم بیفتیم. بله بعثی‌ها عامل اصلی بودن، اما جریان رو عرب و فارس کرد صدام، میگفت نبرد قادسیه، عرب و فارس کرد، نژادی کرد، طرف میگه من عرب شیعه، اون فارس شیعه، جنگ عرب و فارسه نه جنگ شیعه شیعه. بله بعثی ها بودن، اهل سنتشون بودن، شیعه هاشم بودن، کمتر حالا اما بودن. امروز چه اتفاقی افتاده؟ فرمانده نظامی ایرانی که یک روز داشته میجنگیده شده فرمانده نظامی همون عراقی ها. اسمش هشت الشعبی تو خود عراق داره عملیات نظامی انجام میده. پس انقلاب اسلامی داره پیش میره و مسیر هم درست داره میره. یک عبارت عجیب از رهبری داریم که فلسطین کلید رمزآلود ظهوره. ماجرای فلسطین رو نذارید این وسط رو گم بشه. فلسطین اونجایی که باید فتح بشه، چون لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. آیه قرآنه، 3 تا تأکید داره، لام تأکید، تای مضارع تأکید، نون مشدد ثقیله آخرش تأکید. خدا میفرماد یه روزی میفهمید دشمنترین افراد نسبت به شما این جهودان، الیهود. یه روزی میفهمید. فعل مضارع استفاده کرد، یعنی استمرار داره، یعنی همیشه همینه. پیامبر فرمود ریش من اینا سفید کردن. امام صادق فرمود دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین، یعنی در شهادت امیرالمومنین و شهادت امام حسین نقش داشتن. بگر پیدا کن. این که امروز یک عده بیان فقط چی ببینن؟ داعش ببینن. یک عده دقیق تر بگن کی داعش رو به وجود آورد، کی داعش رو حمایت مالی کرد. یک نفر فقط تیغ ابن ملجم ببینه، یک نفر اون عبارت امیرالمومنین رو دقت کنه که وقتی ضربت خود حضرت فرمود به خدای کعبه رستگار شدم، پسر زن یهودی را بگیرید. یک نفرم به این دقت بکنه. حواسامون جمعه؟ یک نفر دقت بکنه که عجب این تکفیری ها تو جولان اشغالی میرن تو بیمارستان های اسرائیل درمون میشن. امروز از نظر بنده دوره جهر شیعه رسیده. شیعه باید علائمشو علنی کنه. امام حسن عسکری علیه السلام وقتی میخواست نمادهای شیعی رو نام ببره حضرت چی میفرماد؟ نمادهای مؤمن رو نام ببره چی میفرماد؟ اتخطتم بالیمین، میفرماد انگشتر تو دستت کن، همه میبینم، این انگشتر من شما میبینید، منم انگشتر شما میبینم دست میبینم. تعفیر الجبین، مهر بذار نماز بخون، مهری که از دورم نگاه کنی میگه اون شیعه است، چون سنی های مالکی هم دستشون رو میندازن نماز میخونن. از کجا بفهمی شیعه است یا سنی مالکی؟ از مهرش میفهمی. از جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، میگه شیعه های ما بسم الله الرحمن الرحیم شون بلند بگن. برای چی بلند بگی؟ تو بلند میگم شیعه ام. بعد یه چیز عجیب و زیارت الاربعین. چرا زیارت عاشورا نه؟ آقا کشته شدن یه نفر اون روز مهمتره یا 40مش؟ چرا زیارت اربعین؟ کیو امام حسن عسکری کاشت که امروز برداشت شد؟ 30 میلیون آدم، بزرگترین اجتماع جهان، میریزن دور هم، میرن به یه سمت، خون از دماغ یه نفر نمیاد. رفتیم دیدیم دیگه، یک دونه دعوا تو مسیر نمیبینی،
یک دونه نگاه جنسی بین محرم و نامحرم نمیبینی. همه خواهر برادر دینی هن. یک نفر حواسش به پول نیست. یک نفر از نژادت نمیپرسه. یک نفر از دینت نمیپرسه. که انهو پرده ها برداشته شده ایام ظهوره. اونجوری که شنیدیم ما. اونجوری که روایات میگن. میگه پول مبنا نیست. مردم به اندازه نیازشون بر میدارن. نگیم این ظهور، یک صدم ظهور، یک هزارم ظهور چه بسا. خداوند متعال به واسطه این حرکت شیعی عظیم و این زمین سازی یه صدای ترک ها رو داره تو گوش دنیا میشنوید یا نه این صدای ترک ها رو؟ ما به نبرد رفتیم، خبر دارید یا نه؟ جنگ و شما فقط نظامی متوجه میشید. ما به نبرد با دنیا رفتیم، ما به نبرد با نظم شیطان رفتیم. شیطان تو آخر الزمان نظمش رو جوری مستحکم برقرار میکنه که تو لاجرم تو نقشه شیطان پیش میری، نمیتونی شیطانی زندگی نکنی. از به دنیا اومدنت نقشه ریخته تا مردنت، درس خوندنت، بزرگ شدنت، ازدواج کردنت، سر کار رفتنت، خونه سالمندان رفتنت، مردنت، دفن شدن، همش تو نظم مدرنیته و غربی شیطانی تحریف شده. همه چی پوله، منمه، همه چی برای من، عشق و حال برای من، پول برای من، لذت برای من، یه به یک باره و همه دنبال لذت. فازار او تجارتا او لحوا انفضوا الیها. بابا من بارها سخنرانی کردم میگم این آیه ظاهرش برای آقا رسول الله، باطنش در مورد تمام اهل بیت علل خصوص امام زمان جل الله. میگه میدونی چرا ظهور شک نمیگیره؟ میدونی چرا شک نمیگیره؟ دلیلش اینه. فازار او تجارتا، فقط کافیه پول ببینن او لحوا یا یه لهو و لعبی ببینن، انفضوا الیها، میرن اون طرف. از این عبارت دقیق تر، و ترکو که، و ترک میکنن که تو یک نفر را قائمن. دیگه از این واضح تر بگه، میگه تو قائمی، تو وایستادی، تو قیام کردی. میدونی چرا تنهایی؟ چون سرشون تو آخر تجارت و لهو و لعبه. به یک باره یه اتفاقی میفته که همه اینا رو میشکنه، کسی سراغ تجارت نمیره، مردم میرن که پول خرج کنن. کسی سراغ لهو و لعب نمیره، کسی نمیره برای پاتایا و نمیدونم آنتالیا و نمیدونم کجا، مردم میرن که پاهاشون تاول بزنه. متوجه شدید چجوری به نبرد با این نظم شیطانی اومدیم؟ اومدیم استحکاماتشون رو بشکنیم. خودمونم شاید ندونیم، ما دلمون رو تکون داد. هر جا دیدی قلب شیعیان روی یک بحث علی یهویی قفل کرد، مجتمع شد، هر موقع دیدید بدونید نظر امام شیعیان برونه، چون روایت داریم میفرماد با خوب به ما دوست میدارن، با کراهت ما بد میدارند. دلها رو اگه دید روی چیزی برگردون، دلهای مؤمنین، آدم خوبا، نه ارازل و باش، دلهای مؤمنین روی بدونید نظر آقای اونجاست. فقط کافی قلب امام زمان وقت اگه چیزی ناراحت باشه، شیعه ها ناراحت میشن، نمیدونن چرا. دلیل مثال برات بزنم، چشم. آقا اول محرم اتفاقی افتاده؟ نه. نهم محرم اتفاقی افتاده؟ نه. چرا پس از اول تا نهم هم شیعه ها حزن دارن؟ دلیل داره، چون روایت داریم. مثلا امام رضا علیه السلام میفرماد که از اول محرم کسی پدرم را خندان نمیدید. یعنی قلب امام زمان وقت که ناراحت بوده، شیعیان هم ناراحت میشدن. عزاداری از اول محرمه. اگه کسی تونست جلوی اینو بگیره، عمرن نمیتونه. شک نکنید قلب امام زمان بر راه پیمای اربعین قرار گرفت که اینجوری آهنربا رو تکون داد، این شیعه ها رو یهویی چرخون سمت اون طرف. دست خود آدم نیست، دست خود آدم نیست. ما امروز به نبردیم. نبرد و جنگ و کی شروع کرد؟ انقلاب اسلامی. بهتون بگم ها، در کجا؟ در خونه صهیونیسم جهانی، ایران. میدونید دیگه، اسرائیل تو شرق غرب منطقه، ایران تو شرق نیل تا فرات. اینا دو طرف داشتن بیچاره میکردن. بهترین روابط ما با امریکایی و اسرائیلی ها داشتیم، بهترین روابط. چیزایی که الان به ما نمیدن اون موقع خودشون به اون میدادن.
ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم، عرب‌ها، همین عربستان سعودی، همین آمریکا رو تحریم نفتی کرد، ما گفتیم غمت نباشه ما نفت می‌فروشیم. از تو خونه فرعون موسی در آورد. این مدل جنگ خداست. خدا کری میخونه واسه کسی که واسهش کری میخونه. فرعون اون همه بچه کش، یه بچه‌ای رو نکش. اون یه بچه رو کی بزرگ کرد؟ خودش. خدا میخواد تو دهنی بزنه اون کسی که اینجوریه. از فکرشو نمیکنه تو بابا کارتر اومد ایران، گفت ایران جزیره ثبات است. اصلا ایران معیارهای دینداری رو جابجا کرد انقلاب ایران. چیکار کرد؟ وگرنه سر مردم رفته بود تو آخره. ببخشید اینجوری میگم، اما واقعیت نماز، روزه، حج، عزاداری هایی که از آن شناخت یزید زمان در نمی آید. به هیچ وجه نه آمریکا، نه انگلیس، نه اسرائیل با این عبادت مشکل نداشتن. اینقدر نماز بخون تا جونت در بیاد. اگه اسرائیل حرفی زد، به قرآن اگه حرفی زد، اینقدر برو دور خونه کعبه بچرخ سرگیجه بگیری اگه کسی حرفی زد، مگه نمیچرخن؟ اینقدر روزه بگی که گشنگی بمیری اگه حرفی زدن. ما قبل انقلاب روزه نمی گرفتیم، نماز نمی خوندیم، حج نمی رفتیم. مشکل از اونجا شروع شد که دو تا اتفاق این حرکت مذهبی داشت. یک، نگاه به ظهور که بسیار خطرناک بود. دو، ایستادگی در مقابل جریان ضد ظهور، جریان ضد امام زمان. امام حسین میفرماد مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. نمیفرما که من با یزید بیعت نمیکنم که معلومه. میفرماد یکی مثل، یعنی شیعیان ما بگردن دنبال مثله. معلومه شما در زمان یزید زندگی نمیکنید. حالا بگی به اون یزید که 1400 سال پیش مرده فوش بده، فوش هم بر او بادها، اما چیزی رو درمان نمیکنه. تو باید از اون یزید به صفات یزیدی برسی، بعد هر کسی اون صفات داشته باشه بزنیش. از هر مله بدید میاد، از بچه کشا بدید بیاد، چه این بچه کش سعودی باشه چه اسرائیلی باشه. انقلاب ایران روح داد تو دینداری مردم، وگرنه تیکه پاره کن خودتو برادر من، از شیطان بیشتر نماز نمیتونی بخونی. 6000 سال نماز خون، 2000 سال یه سجدهش طول کشید. برید نهج البلاغه بخونید، امیر المؤمنان میفهم. میگه تا آقا میفهم، معلوم نیست این 6000 سال سالای زمینیه یا اخرویه. بیشتر از اون میخوای نماز بخونی؟ از این سعودی ها بیشتر میخوای حج بری؟ از داعش ها بیشتر میخوای قرآن بخونی؟ وقتی روح مبارزه نداشته باشه، روح ظهور در اون نباشه، باطله، باطله. عمل یک رباته. دینداری بدون امام زمان رهبانیت است، خاخامیسم است، خاخامگرایی است. تو دنیایی که خلع و نبود یه رهبری جهانی حس میشد، یا یه انقلابی شکل گرفت حول یه آدم. اون آدم ویژگیش چی بود؟ پولدار بود؟ نه. قدرت نظامی داشت؟ نه. چی بود؟ چی بود؟ سلبریتی بود؟ نه. چی بود او؟ میگن هیچ، او عالم دینی بود. عجب. یعنی این مردم قیام کردن بریم دور یه عالم دینی بچرخیم. مردم چی گفتن؟ گفتن ما امام زمان میخوایم. امام زمان میخواد برای ما چی بیاره؟ امام زمان قراره برای ما بیاره ما رو به خدا آشتی بده، ما رو به خدا برسونه، صراط مستقیم و راحت برسیم به خدا، اون داشته هامون شکوفا بشه، پس قراره ما رو با دین آشنا کنه دیگه. گفتیم خب بریم سراغ دین. خب آقا کی بیشتر دین متوجه میشه؟ آقا امام جماعت مسجد ما بیشتر از بقیه میدونه، بریم سراغش. رفتیم سراغ امام جماعت مسجد. امام جماعت مسجد گفت آقا ببین، من درست روحانی هستم، اما مجتهدا از من بیشتر میدونن، من خودمم مقلدم، مرجع تقلید دارم. آقا بریم سراغ مجتهد. رفتیم سراغ مجتهد، گفتیم آقا اینا مجتهد، بیاید دور هم جمع بشید، یکی از بین خودتون رو بذارید مسئول، هر کی هم گذاشتید سلمنا، هم ما قبول میکنیم هم شما قبول بکنید، هر چی هم گفت گوش میدیم. خوبه؟ گفتم باشه. شد خبرگان، شد رهبری. وگرنه ما چه دلیلی داشته مثلا بریم دنبال امام خمینی، جز این که بگیم او عالم دینیه، جز این که ما مراجع رو و مجتهدا رو بگیم چی؟ نائبان عام حضرت هستن. به عنوان نائب امام زمان وقتی چی یاد میکردی؟ یعنی چی؟ یعنی من دنبال امام زمانم.
به یک باره در دنیایی که اصلا دین شستن انداختن رو بند، ده بارم خشکش کردن، اوتوش کردن، گشتن تو گنجه، یا یه مردمی دوباره لباس دین در آوردن، رجوع به عالم دینی به عنوان کسی که بیشتر از همه ما دین رو میفهمه. قطعا اگه دستمون برسه به اون آقایی که خود دینه، ثانیه ای درنگ نخواهیم کرد. قطعا مردمی که با فتوای جهاد یک عالم دینی جانشون رو کف دست میگیرن، قطعا با فتوای جهاد ولی فقیه این کار میکنن، با فتوای جهاد ولی معصوم چه ها نخواهیم کرد. قطعا زمانی که امام خمینی در بیمارستان بود، بیماری قلبی داشت، جوانهای رفته بودن میگفتن بیاد قلب ما رو در بیارید پیوند بزنید، برای ولی فقیه، برای ولی معصوم جان خواهند داد. قطعا وقتی ولی فقیه میگه این زمین باید آزاد بشه، ولی معصوم بگه کل زمین باید آزاد بشه، یک ثانیه نخواهند نشست. قطعا وقتی آیت الله سیستانی، فقیه عراقی ها که اکثریت عراقی ها مقلدیشونن، وقتی فرمان داد که آقای داعش رو بندازید بیرون، فرمانده کل قواشون نخست وزیرشونه گفت بندازید بیرون، نکردن. مرجع تقلیدشون گفت اینجوری رفتن جون دادن، هشت شعبی شکل گرفت. قطعا به طریق اولا وقتی آقا صاحب الزمان بخواد ظهور کنه، همه اینا پالس ظهوره، همه اینا پیغام برای خدا به واسطه برای ظهوره. اینطوری دیدید انقلاب اسلامی رو؟ انقلاب اسلامی نمی بود، صدام هنوز سر جاش بود و کسی آیت الله سیستانی نمی شناخت. انقدر راحت آیت الله صدر اعدام کردن، صدای کسی در نیامد. ها، مرجع بزرگ تقلید مردم عراق. انقلابی که بعد جهانی داشت، از همون اول تبعید امام به فرانسه، مصاحبه های امام، بعد چی؟ ایستادگی ما جلو دوتا، کلن دنیا دو قطبی بود دیگه، بلوک شرق و بلوک چی؟ غرب. چیز دیگه وجود نداشت. یا ما شعارمون چی بود؟ نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خیلی پر روی میخواد خدایش، مثل این همه بمب اتم و نمیدونم نصف، مثلا آلمان نصف بود، آلمان شرقی کمونیستی، آلمان غربی لیبرال کاپیتالیستی. کره نصف شده بود، شمالی با چپا بود، جنوبی با غربیا بود. ویتنام شمالی جنوبی نصف کرده بودن کره زمینو. بعد یه ما وسط برایشون گفتیم گور پدر آمریکا و شوروی. مگه میشه؟ همه اینا اومدن وسط، ما با عراقی داریم میجنگیم، آمریکا و شوروی به هم فوش میدن، همدیگر تهدید اتمی میکنن، سر کمک به عراق با هم اشتراک دارن، سر کمک به اسرائیل با هم دوستن. مهم نیست همتون اون طرف باشید، یه وجب خاک نمیدیم. مگه میشه نداد؟ بله دیدید شد، بقیهش با خداست. ما شروع کردیم رو به انقلاب اسلامی. اینجوری نگاه کنید بفهمیم اولا تفاوت جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی. من یه سخنرانی روایت عهد وعده میکنم در اولین فرصت راجع به این انقلاب اسلامی، از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی صحبت بکنم مفصل، میذاریم تو اینترنت دانلود کنید اونجا. اما الان الهیال اینجوری میگم، اینو حکومت زمین نساز، یعنی اینجوری خیز خیز زوره. مرحوم آقای اسکرالادی میگه من خدمت امام رسیدم گفتم آقا چی کار دارین اینجوری این مبارزه؟ گفت من سه تا هدف دارم. گفت اول اینکه شاه بندازیم بیرون. میگه من خندم گرفت، شاه تو بندازی بیرون من. ساواک گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. چجوری ساواک وایسته؟ دو، حکومت تشکیل بدیم. سه، حکومت رو تقدیم کنیم به امام زمان. این هدف رهبر و بنیانگذار انقلاب بود. میگه زد، چند وقت بعد انقلاب شد، شاه انداختیم بیرون، بعدش حکومت تشکیل دادیم. ما الان تو مرحله دوم به سومیم، به شرطی که از درون نپاشیم. قوم موسی رو نه سامری زد زمین، نه فرعون، هیچ غلطی نتونستن بکنن. ببخشید، نه فرعون نتونست بزنه زمین، قوم موسی رو از درون زدن زمین. سامری زد زمین و قارون. قارون اقتصادی، دزد اقتصادی، سامری هم فتنه‌گر فرهنگی مذهبی. انقلاب ما هم را همین دوتا تهدید میکند. جمهوری اسلامی اگه جلوی این دوتا ایستاد، وگرنه از گرده انقلاب اسلامی خارج خواهد شد. به شما بگم تعارف هم نداره خدا. و اون روز که بعد از اینکه یهود عهدش رو شکست، خود سیلی محکم زد،
آوارگی تا امروز رو پیشونه اینا چسبیده، بعد 3300 سال همین بلا سر ما هم خواهد اومد. بلایی بر سر ما بیاد که سر یمنی ها و سوریه ها و بحرینی ها و عراقی ها نیومد. خدا گواه این وعده الهی است اگر از این عهدی که بستیم قدم پا پس بکشیم. جمهوری اسلامی آمده شرایط رو برای بست انقلاب اسلامی آمده شرایط رو برای بست عدالت آماده کنه. بست عدالت اواخر ارزمه، دقت بفرمایید. بست عدالت اول باید ظلم رو پس بزنی بعد عدالت رو مستقر کنی دیگه، درسته؟ اومده با ظالما بجنگه. یک ظلم آشکار داریم مثل اسرائیل، همه میدونن داره ظلم، کل مردم دنیا میدونن. هیچ محبوبیت هم رژیم صهیونیستی در دنیا نداره، واقعا نظر سنجا همه چی هم میدونن، خودشون هم میدونن. هرچم کار رسانه میکنن جواب نمیده. سعودی ها هم هیچ محبوبیت، این ظلم آشکار. و این بخششو کمکاری کردیم، بخش اول خوب وایستادیم، اما بخش دوم مقابله با ظلم آراسته و ظلم مزین. اون چیه؟ شیطان میگه قال رب فبما اغویتنی، میگه خدا چون جلو رشد منو گرفتی، لأزین لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، من تزیین میکنم برای اینها نبود تو رو. نبود خدا یعنی ظلم دیگه، ظلم خوشگل، ظلم رنگ و لعابدار، جهل رنگ و لعابدار، جهل مزین شده. اینم مردم میفهمن، بارها عرض کردم. امروز شما نگاه کنید مردم دنیا توی جهل آشکار پیش، جاهلیت مدرن به سر میرن. نصف بیشتر رکوردهای کتاب گینس جهل محضه، حماقت محضه. طرف نمیدونم رکورد بیشترین خوردن سوسک در دقیقه رو داره، احمق دیگه. جالب این آدم دیده میشه، جالب برای این آدم دست میزنن. فلان خواننده تو آمریکا دنده خودشو برداشته، یکی دو تا دنده هاشو برداشته که بتونه مثل گربه خودشو تمیز بکنه با زبونش. تو دنیا اینو میشناسنش، مرلین منسن. جوونا بپرسی خواننده شیطان پرست سیتانیست، به واسطه این کاراش معروف شده. اما آقا رسول الله فرمود که در آخر زمان با جهالتاشون مشهور میشن، با خریتاشون مشهور میشن. آیا اینجا هم انقلاب اسلامی تونسته خوب عمل بکنه؟ یه خورده از نظر من محل تردیده. یعنی ما خوب نتونستیم ایدئولوژی انقلاب رو دانشگاهی، آکادمیک و رسانی گسترش بدیم. هر چی داشتیم تا حالا به تبع چی بوده؟ خون شهیدامون بوده. به خدا، چه خون شهیدای 8 سالمون، چه خون شهیدای مدافع حرممون. رفتیم خون دادیم، اثبات کردیم داعش بد است. نرفتیم بحث علمی کنیم تو دانشگاهاشون بگیم داعش بد است. با اینکه همه میدونن داعش متأثر از وهابیت، وهابیت رو عربستان سعودی داره گسترش میده، ما هنوز مسئولیمون نتونستن برن تو دنیا دوتا کنفرانس را بنزن، همایش را بنزن، برن تو سازمان ملل قانون تصویب کنن آقا این داعشی‌ها رو هر کسی این تفکر گسترش داد تروریسته، تفکر وهابیته، بعد عربستان گیر بندازی. عربستان دیروز رفته همایش کشورهای مبارزه با تروریست را انداخته. تو این بخش باید کار بکنه، این وظیفه ی حکومت زمین سازه. حکومت زمین ساز باید برای تربیت کار بکنه. من شرایط برپای عدالت رو نمیگم، مفصله، میذارم برای همون سخنرانی. ما باید برای چیز کار بکنیم. ما باید ما شیعیانمون تربیت هنوز خیلی خوب نشدن، به شما بگم. شیعه باید چنان شیشتونگ باشه، حواس جمع باشه که دشمن نتونه بینش اختلاف بندازه. سیاستمدار بشه، سیس بشه، کیس بشه. امام زمان عجل الله میفرمان در توقیع خطاب به شیخ مفید رحمت الله علیه، حضرت میفرمان ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته. حالا چون فرصت نیست من فقط فارسیشو بگم، اگر شیعیان ما که خداوند ایشان را بر انجام طاعت موفق بدارد، در وفا کردن به عهد ما همدل و یک نوا بودند، الاجتماع من القلوب، میگه اجتماع قلب میداشتن، وحدت میداشتن، در یمن لقای ما دوچار تأخیر نمی شدن. میگه میدونی چرا سعادت دیدار ما رو ندارن؟ دلاشون با هم یکی نیست.
فرمود مسلمونا خیر، فرمود مردم دنیا خیر، فرمود چی؟ شیعه ها. چطور خطاب به اهل بیت میگه انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم؟ هر کی شما رو دوست داشته باشه و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن عاداکم، هر کی دوستتون داشته باشه دوستش دارم، هر کی بدش بیاد بدم میاد، چطور اون وقت من میتونم کسی که دوستدار اهل بیت ازش بدم بیاد؟ چطور میتونم زیراب بزنم پشت سر دوستدار اهل بیت؟ چطور میتونم پشت سرش غیبت بکنم؟ چطور میتونم حقشو بخورم؟ چطور میتونم تو رانندگی بهش راه ندم؟ چطور میتونم با لبخند بهش برخورد نکنم؟ پس دروغ میگم. این که حضرت میفرماد در یمن لقای ما دچار تأخیر نمیشدن و سعادت دیدار تو ام با معرفت ما به سویشان میشتافت. ما را از ایشان چیزی جز آنچه از ایشان به ما میرسد و آن را نمیپسندیم جدا نکرده است. گرفتی چی شد؟ فهمید دلیل جدایی چیه؟ میگم این کارهایی که ما نمیپسندیم میکنن. ما خود حجابیم، ما باید برخیزیم. چقدر حواسمون به محبان اهل بیت، به شیعیان اهل بیت است؟ چقدر مواظب این بچه جوونی که الان شیعه امام زمانه، به خاطر نداشتن شرایط مالی و معیشتی مناسب دیر داره ازدواج میکنه، دچار گناه میشه. اونایی که پول دارن چهار تا خونه درست بکنیم، بگیم آقا بیا دو سال برو مفت بشین، کجا شناساییش کنی؟ تو همین مهدیه، بیا کنارش بشین بگو پسرم چرا ازدواج نمیکنه؟ قطعا میگه پول نداره. تا اینو گفت بهش بگو عیبی نداره، ازدواج کن، دو سال خونه تو من کرایه نصف میگیرم، کرایه یک سوم میگیرم. از این کارا بلدیم؟ خب وقتی ما این کار نکنیم اون هیزی میکنه، خدای نکرده، خدای نکرده زبونم لالیه جا پاش میلغزه، دوچار زنا میشه، بعد اون هیزیه اون زنای ظهور عقب میندازه. ما خودمون حجابیم. الذی جمع مالا و عدده، فقط یه عده دارن پول جمع میکنن و متعددش میکنن و عدده زیاد دارن میکنن این پولو. کلا لیم بزن فی الحتمه و ما ادراک ما الحتمه. میگه اینا جاشون آتش حتمه است. چه میفهمید حتمه چیه؟ و ما ادراک ما الحتمه، نار الله الموقده، آتشی که خدا روشنش کرده، التی تطلع علی الافت، رو دلاتون میفته، قلباتون رو میسوزونه. اونا که هی پول جمع کردید، امشب یه بازنگری کنیم خودمون. امشب شب بیعت با امام زمانه، شب عهد با امام زمانه. و بیعتا له فی اونقی لا احول انها و لا ازول ابدا. شروع بکنیم نزدیک شدن خودمون با آقامون رو، محبتمون رو اثبات بکنیم. بگیم آقا یه سری کارامو بدت میاد، فاصله انداخته، چشم میذارم کنار، سعی بر ترک گناه کنیم، از خودش اراده بخوایم، بگیم کمکم کن، بسم الله این قدم اول من اومدم، دستمو بگیر، من دوست ندارم گناه کنم، کمکم کن، احترام بذارم به محبانت، به شیعیانت، دعا کن، دستمو بگیر، همونجوری که با داعشی چپم حربون لمن حاربکمم، این طرفم سلمون لمن سالمکم باشم. به خدا کلی از هزینه این شیعیان، هزینه انقلاب اسلامی، درگیری با خودمونه، خدا شاهد. انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، اون خارجه هیچ غلطی تا الان نداده. 39 سال میگن شما نابود میشید، تونستن؟ هی میگن 6 ماه دیگه تمومید، ما داریم به چلچلیمون نزدیک میشیم. هر جا ضربه خوردیم از خودمون خوردیم، از دعوای چپ و راستمون خوردیم، از اون جایی که به جایی بریم بگردیم با مفاسد اقتصادی در بیافتیم، شروع کردیم ماسمال کردن، همدیگه رو دزد خطاب کردن. در مناظرات انتخاباتی شیعه خانه امام زمان حرفی از امام زمان نبود. شما شنیدید؟ ما که نشنیدیم. حرفی از ثقلین نبود. شنیدید؟ ما که نشنیدیم. در عوض نسبتهایی به هم دیگه دادن که امام خمینی به شاه نگفته بود اینا رو. اینا درده. سرتون رو درد آوردم، مصخایی میکنم، امیدوارم که خداوند همه ما رو از مسببان اصلی و خیر و ظهور آقامون قرار بده. انشالله چشممون به جمال ایشون روشن بشه در ایام حیات خودمون، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.